برام خداوند بخشاینده و مهربان سلام بر شما تباجش مرجع جلب میکنم به خبرهای 22 آگوست و 31 اسد از سنترال افغانستان خبرها را از بلوسفال سنگتخت و بندر ولایت دایکندی آغاز میکنیم طالبان به باشندگان یک قریه در بلوسفال سنگتخت و بندر ولایت دایکندی هشدار داده است تا 15 روز دیگر 2.5 میلیون افغانی و یک میل اسلحه بابت کشته شدن یک کوچی توسط افراد ناشناس به کوچه ها پرداخت کنند سه سال قبل یک کوچی در مرز دایکندی و غور توسط افراد ناشناس به قتل رسید اما اکنون طالبان و کوچه ها باشندگان قره چهار میری را محکم گرفته و از آنان خواستند تا دو نیم میلیون افغانی و یک میلیون خون به به با کوچه ها پرداخت کند روز پنج شنبه برای باشندگان محل اختار داده شده است تا از همان روز تا 15 روز دیگر این مبلغ و یک میلیون را تهیه کنند باشندگان محل این تصمیم را ظالمانه خوانده و میگوید که در قدم اول قاتل کوچی مشخص نیست در قدم دوم ده نفر مردم توسط کوچی ها در طول سال ها شهید شده و زخمی اگر قرار است که خونبه ها پرداخت شود باید به با مردم نیز پرداخت شود صادقان ولسوال طالبان اما به مردم هشدار داده است که اگر تا 15 روز دیگر مبلغ تعیین شده و یک میل اسلحه را نیاورد به زور از آنان خواهد گرفت اما سوال اساسی اینجاست که کوچه ها سلاح را چی می کند در حالی که همه خلع سلاح شدن کوچه ها مسلحند و حتی از مردم سلاح نیز می خواهن. خبرها را از ولایت غور ادامه می دهیم منابع مردمی از ولایت غور می گویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در منطقه کاکری ولسوالی پسابند ولایت غور ده ها خانه مسکونی ویران شده و خسارات هنگفتی به باشندگان محل وارد شده است باشندگان محل میگن که سیلاب ها در این منطقه روز یک و سیاست جاری شده که ده ها رس مواشی و نزدیک به ده خرمن گندم ده ها خانه مسکونی و محصولات زراعتی مردم را تخریب کرده و درختان مسمیر و غیر مصمیر مردم را نیز از بین برده است همزمان با نشست خبری مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از بانکر طالبان در کابل کارمندان این وزارت یک دانشجوی دختر را شرکت در امتحان در دانشگاه به دلیل پوشیدن چادر با رنگ غیر سیاه محروم کرده است این دانشجو با پخش ویدیویی در شبکه اجتماعی گفته است که به دلیل اینکه رنگ چادرش سیاه نبوده او را شرکت در امتحان محروم کردن با این حال مسئولان طالبان از جمله سخنگوی این وزارت بارها گفته است که رنگ لباس برای طالبان زیاد مهم نبوده مهم نیست که برقه و یا چادر با رنگ سیاه باشد و یا با رنگ دیگه ولی باید کلان و گشاد باشد و تنگ و نازوک و مزین و معطر نباشند خبرها را از بلخاب ادامه می دهیم. اختلافات داخل طالبان در ولسوالی بلخاب, بلخاب ولایت سرپول بار دیگر بالا گرفته است و همزمان دو ولسوال از سوی دو جناح طالبان برای این ولسوالی معرفه شده است با وجود که طالبان از کابل مکتوب مقرری محمد حسین سنگردوست باشنده بیسود میدان وردک را به عنوان ولسوال بلخاب و مولوی عطا ولسوال پیشین بلخاب را به عنوان قماندان امنیه به بلخاب فرستاده است اما والی طالبان در سریپول امروز فرد دیگری به اسم سبغت الله روحانی را به عنوان ولسوال به بلخاب فرستاد این مسئله با واکنش طالبان در کابل مواجه شد و در نهایت با پافشاری از مرکز سبغت الله روحانی از قم کوتل برگشت شده شد و اجازه رفتن به ولسوالی برش دادن نشد و گفته منابع جناهای مختلف طالبان در تلاش تسلط بر معادن زغال سنگ بلخوبن و دلیل اختلافات در تعینات نیز همین مسئله است در حالی که در روزهای گذشته سیلابها خسارات هنگفتی به مردم و شهروندان کشور وارد کرده است اداره هواشناسی کشور میگوید که فردا 19 ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهد بود طبق اعلامیه این ریاست فردا سهشنبه اول سنبله و پس فردا احتمال بارندگی نسبتا شدید همراه با سیلاب در کابل پایتخت و ولایت بدخشان تخار نورستان کنر لغمان ننگرهار کاپیسا پنجشیر بغلان پروان میدان وردک لوگر پکتیا خوست پکتیکا غزنی اورزگان و زابل وجود دارد ریاست هواشناسی میزان بارش و بارندگی در نقاط مختلف را بین 10 الی 40 میلی پیش بینی کرده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت بلخ از آتش گرفتن ده خانه در ولسوالی دولت این ولایت به صورت طبیعی خبر داده است. این در حالی است که نزدیک به یک ماه می شود آتش سازی در روستاهای مرادیان بالای ولسوالی فیض جوزجان ادامه دارد و طالبان نیز مدعی است که آتش گرفتن خانه ها در آن ساحات کار جین است. در همین حال منابع از جوزجان به تازگی گزارش کرده است که این آتش سوزی از ولسوالی فیضاباد به ولسوالی خواجه کو نیز گسترش یافته است شهروندان کشور ما میگوید آتش گرفتن خانه ها کار جن نه بلکه کار خود طالبان است و خبر اخیر این که به دنبال گماشته شدن مسئول نظامی برای پنچه رسوی رهبر طالبان صدها جنگجوی تازه نفس به این ولایت اعزام شده است گفته می شود بخش از این نیروها به دره عبدالله خیلی ولسوالی دره با هدف بازداشت فرمانده ملک از فرماندهان جبهه مقاومت ملی اعزام شده است تا به حال ما طالبان و جبهات مقاومت در مورد اعزام نیروهای تازه به پنجشیر اظهار نظر نکردند